برناندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز بخوام یکی از کارگاه ویبزاد برناندیشان با نام آموزش اندیشه های ژان پل سارتر صحبت کنم. ژان پل شارل ایمار سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست، رمان نویس، نمایشنامه نویس، منتقد فرانسوی و یکی از چهره‌های کلیدی در فلسفه اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی به شمار می‌رود. آثار او بر جامعه شناسی، نظریه انتقادی، نظریه پسا استعماری و مطالعات ادبی تأثیر گذاشته است و این تأثیر کماکان ادامه دارد. او در سال 1964 جایزه نوبل ادبیات را علی‌رغم تلاش برای امتناع از آن دریافت کرد و گفت که همیشه افتخارات رسمی را رد می‌کند و یک نویسنده نباید اجازه دهد که خود را به یک مؤسسه تبدیل کند. حالا زاده 21 ژوئن 1905، بعد ملیتش فرانسویه، دورش فلسفه سده 20مه، هیته فلسفه غربی، مکتبشی بوده فلسفه قاره اگزیستانسیالیسم، پدیده شناسی مارکسیسم، هرمنوتیک، آنارشیسم. علاقه شی بوده متافیزیک، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، خودآگاهی، دستپاچگی، ادبیات فلسفی، فلسفه سیاسی، هستی شناسی. بعد فعالیت چیا داشته؟ فعالیت علمی آموزشی داشته، فعالیت فرهنگی و ادبی. سارتر از کودکی در پی کسب شهرت بود، به همین دلیل به نویسندگی روی آورد. با این همه مدت مدیدی نوشته هایش یکی پس از دیگری از سوی ناشران بازگشت داده می شدند و اون بدین خاطر نتوانست با آرزوی دیرینه‌اش جامعه عمل بپوشاند. اما در سال 1938 با نگارش نخستین رمان فلسفیش به نام تهوع به شهرتی فراگیر دست یافت. در این زمان در این رمان تکان دهنده دلهره وجودی و بیهودگی ذاتی هستی با جسارتی بی سابقه ترسیم شده است. پس از آن نگارش مجموعی از داستانها با نام دیوار را آغاز کرد که به دلیل شروع جنگ جهانی دوم ناتمام ماند. سارتر در دوره از زندگی خود به مصلحت روانگردانی به نام مسکالین روی آورده و با دگرگونی های روانی حاصل از آن به تمرکز بر تجربه های شخصی می پرداخته است. نقدش چی بوده؟ برخی فیلسوفان معتقدند که سارتر در کارهایش مفاهیم متناقضی را در کنارم قرار داده است. هربرت مارکوزه معتقد بود که افکار سارتر متناقض و بیش از حد ایدئالگراست و این ایدئالگرایی خلاف ادعای سارتر در مورد واقع‌گرایی است. همچنین ریچارد ولهایم و توماس بالدوین نشان می‌دهند که نقد سارتر از فروید در واقع بر اساس یک تفسیر اشتباه از کارهای زیگموند فروید بنیان نهاده شده است. بعد دیدگاه‌هاش چیا بوده؟ از سال 1973 به بعد تقریبا تمامی قدرت بینایش را دست داده و دیگر قادر به نوشتن نبود. با این همه سعی می‌کرد با انجام مصاحبه‌ها، دیدارها و حضور در مراسم‌ها کماکان چهره‌ای فعال و اجتماعی از خود نشان دهد. برای نمونه ملاقات او با آندریاس باد، زندانی سیاسی و عضو فراکسیون ارتش سرخ در زندان اشتوتگارت آلمان توجه همگان را برانگیخت. در سال 1979 در یک کنفرانس مطبوعاتی جنجالی به حمایت از آوارگان جنگ ویتنام هم پرداخت. بعد دیگه چی؟ دیگه توی این پکیج هم جزئیات مربوط کارگاه آموزش اندیشه‌های ژان پل سارتر بررسی میشه به صورت جامع و کامل و کاربردی و شما عزیزان میتونید برای تهیه پکیج آموزش اندیشه‌های ژان پل سارتر به وبسایت برناندیشان مراجعه بفرمایید.